سلام برنامه انتخابات 97 و محمد نصیر فیاض به اتفاق امکار میزبانی برای ما هستم بعد از پایان یک انتخابات حدودا بدنام و تا حد بحرانی پارلمانی افغانستان احزاب سنتی ای کشور در تلاش صف های سیاسی برای ساختن تکت های انتخاباتی انتخابات پیشوری ریاست جمهوری هستند دو محور خیلی جدی که امشب ما در برنامه انتخابات 97 رو تمرکز خواهیم کرد بحث مهره های محور شونده که مورد حمایت یادمتیدی آمریکا برای محور ساختن تکت انتخاباتی است و بحث دومم بحث بانک های رای کدام محور ها تعیین کننده هستند چی روی کرده را میتونه برای پیروزی تکت انتخاباتی به کار بگیرن و بالاخره احزاب سنتی چی قسم خود میتونن منسجم بسازند نسبت به چگونگی شکل دهی تکت های انتخاباتی در افغانستان حالا گزینه های مختلف پیش از پیش در اسان تحلیلگری سیاسی مردم افغانستان است که تیم هایی که مورد حمایت جامعه بین المللی نباشند بیشتر امو سنگ برد را نمیتونن به سینه بزنن از این جهت است که بیشتر سران اعضاب سیاسی همواره با دیپلمات های ارشد یاد آمریکا و سفیر آمریکا ملاقات دارن و گفته میشه که یکی از محور های ملاقات ها هم جلب حمایت ای دیپلمات ها و سفیر از چگونگی مانور تکت انتخاباتی در دور بعدی است حالا بحث عمده ما که امشب روی از تمرکز میکنیم رفتن انتخابات رفتن احزاب سیاسی بر انتخابات ریاست جمهوری است قبل از رفتن انتخابات زنگ تاخیر انتخابات گفتمش از جانب زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات آمریکا در امور تحصیل سازی صلح نواخته شده اما آیا ساختار حاکم بین‌المللی المللی روی های انتخاباتی در افغانستان را در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری مورد چالش یا مورد نفوذ قرار خواهد داد محور بحث همشه ما قبل ازی که بر استدیو برگردیم امانای خود معرفی بکنیم همکارای بخش خبر ما گزارش مرتبه داریم مورد را گزارش می‌بینیم. کمیسیون مستقل انتخابات اوایل هفته آینده تقویم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام خواهد کرد اما از همین حالا زمزمه های در فضای مجازی از بهر اینکه چه کسانی خودشان را برای کرسی ریاست جمهوری نامزد خواهند کرد بالا گرفته است صفحه در فیسبوک زیر نام نامزدان احتمالی ریاست جمهوری در این صفحه از محمد اشرف محمد عمر داوودزی، صلاح الدین ربانی، زلمی رسول، عطا محمد نور، گل بدین اکمتیار، احمد ولی مسعود، از خالد، هنی فتمر، حکمت خلیل کرزی، انوار الحق اهدی، فوزیه کوفی با عنوان نامزدان احتمالی ریاست جمهوری نام برده شده است. هنوز نیست. فرامرز تمنا هرچند اعلام نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری را پیش از وقت می داند، اما می گوید که طرفدار بیشتر بودن نامزدان در این انتخابات نیست نه، های تکتیکی میتونه که آسیب بزنه به یک کشور تا جایی که انتظار داشته باشیم که این فایده برسانه امیدواریم که با چنین نگاهی وارد اطلاف ها بشوند و این خوب است ما هر چقدر تعداد کاندیداهای های کمتری در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشیم کمک میکنیم به تصمیم گیری اقلانی تر شهرمندان کشور در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی 28 تن خودشان را نامزد ساخته بودند اما تنها 11 تن آنان به فهرست نهایی راه پیدا کردند با آن هم به دلیل تقلب های گسترده انتخابات به دور دوم رفت اگر خدا نکرده این سال هم ما به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بر بگردیم از یک طرف مشکلات امنیتی بسیار چالش شده است از جانب مصارف بسیار کلان اقتصادی و کمرشکن می میتونه برای ملت ما گران تمام شود دوره پنج ساله حکومت وحدت ملی تا هشت ماه دیگر پایان یابد بر بنیاد قانون اساسی دو ماه پیش از پایان دوره کاری ریاست جمهوری باید انتخابات برگزار شود قرار است انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال آینده برگزار شود در بحث امشب با ما آقای احمد سیدی آقای سیاسی جناب آقای داوود ناجی همچنان آقای سیاسی و آقای واقف حکیمی سخنگوی حزب جمعیت اسلامی لحظات بعد با ما خاطر پیوستند در سیدی خوش آمدید شما را از آقای ناجی بخیم شروع بکنیم جلسات متعدد حزب جمعیت که آقای هم روی از او اگر آمدن صحبت خواهد کردن و جلسه امروز در پغمان بیانگر ازی است که احزاب در حال جمع جور کردن بر رفتن به انتخابات است و دو محور که ما در آنونس هم گفتم که سرنوشت ساز بر انتخابات است یکی محور که مورد حمایت یال پوتید آمریکا جامعه باشه برای محور شدن تکت انتخاباتیشان و دوم بانکای رای فکر میکنین که انتخابات پیش روی یک مقدار متفاوت از دور قبل و مفیدتر واقع خواهد شد یا نه این وضعیت یا می فضا یک مقدار بحران است و می فضا چالش ایجاد بکنه برای ما برای انتخابات بسم الله الرحمن الرحیم با سلام به شما آقای سعیدی و بینندگان محترم تلویزیون آریا نیوز اول اجازه بدین با استفاده از این فرصت عرض تسلیت بکنم با خانواده های شهده ارزگان و همچنین می که در ارزگان یک فاجعه انسانی در حال وقوع است و امیدوار هستیم که نهادهای های بین و حکومت افغانستان هر چیز زودتر حد اقل به بیجا شدگان که در این سرمایه سخت بی و آواره هستند رسیدگی کنه تا این میزان فاجعه بیشتر از این نشود خب در مورد سوال شما باید بگوییم که اولا ما خودم با تعبیر بانک رای یا بانک های رای زیاد موافق نیستم انتخابات پارلمانی که تا حدود حداقل از طریق فهرست ناظران هر کاندید وضعیتش مشخص است بسیاری از کسایی که خود بانک رای میگیرند برای نورچشمی هایشان رای قابل ملاحظه در پارلمان را تقریبا آورده نتانستن جامعه افغانستان تغییر کرده من فکر میکنم که اگر روی کرد در انتخابات و تکت های ریاست جمهوری کماکان این روی کرد باشد که یک ای در افغانستان بانک های رای هستند ما رو دوچار اشتباه محاسباتی میکنه نسل امروز افغانستان و بخش اعظم کسانی که در انتخابات شرکت میکنن اینها خواست ها خواستها و مطالبات روشنی دارن حتی اگر تقسیم بندی مثلا قومی هم شما بکنین که یک ایده با نمایندگی از فلان قوم بانک رای هست این مسئله هم تا حدود زیادی تغییر کرده بسیاری از اقوام حالا بیش از آن که رایشان در جیب فردی باشد یا بانک رایشان فرد باشد بانک رایشان مطالبات مشخصی است ما اعصاب سیاسی غالبا خود را محور مردم خطاب میکنن و میگن که نفوذ فوق العاده دارن و میتونن رای جمع بکنن فکر که خب از استثناءات اگر بگذاریم من معتقدم که احزاب سیاسی هم اولا خود دچار ریزش ها و ناهمگونی نا ها و ناهمه های زیادی هستند که نمیتونند و دوم این که من فکر میکنم این بار بسیار بسیار فضای انتخاباتی متفاوت خواهد بود از دوره های قبل و در دوره های قبل هم شما می بینید که احزاب سیاسی یا به اصطلاح احزاب به سیاسی زیادم برندگان انتخابات به او معنا نبودن میدان چهره ها و افراد بود که کم کم در جامعه افغانستان یک میدان مطالبات با خیلی یک بحث خوب را باز کردین با خل... ما با برخص سران سیاسی صحبت های مفصل هم داشتیم که خیلی امریکارد شده بوده اونا تا حد دنبال یک محور هستن که بیشتر یا تکنوکرات باشه که مورد حمایت جامعه بین باشه یا کسی که در کل قناعت آمریکایی ها را برقرار کرده بی مفهوم که خود اعصاب شاید نامید باشه نسبت به چگونگی رسیدن به قدرت حالا اگر بیایم مشخص روی جلسات اخیره که شکل گرفت حزب جمعیت تقریبا جلسات متعدد داشتن و جمع جورهای سیاسی هم در ارتباط به چگونگی ساختن تکت انتخاباتی بدون شک دهی هست جلسه کلان امروز در پغمان هم شکل گرفته بود حالا چقدر یه احزاب میتونن که پاچاساز باشن به سلایان چه قمه میتونن که این محور که مورد حمایت است یک فرد دکنوکرات که به قول اعضاب سیاسی خیلی های مردمی ندارن اینایی ای رو به قدرت برسان و بتانن تقسیم قدرت کنن به خب در مورد جمعیت مشخصا باید هر یعنی نمیشه پکیج وار گپ در مورد جمعیت که یکی از شخصیت های خوبش دوست باقای حکیمی هم آلا هستن اینجا امیدواری ما است که جمعیت این بار بتواند دنبال با پشت یک دائیه جدی استاد شود جمعیتی ها اکثرا معتقد هستند و تجربه کردند در این سال بسیار به طورت ملموس که ساختار سیاسی کنونی به نفع افغانستان نیست این ساختار کنونی بسیار متمرکز است مشارکت پذیر نیست و مثل یک کارخانه شخصی است که همه افراد و احزاب برای یک فرد کار میکنند ما امیدوار هستیم جمعیت این بار بتواند و جای اینکه فیگور معرفی کنه و جای اینکه شخص معرفی کنه جمعیت بیایه دایره را که قسمن در انتخابات های گذشته هم مطرح بود یعنی تغییر سامانه سیاسی و ساختار سیاسی افغانستان این دایره را معنی کنه و پیش بکشه و ما فکر میکنم بخش زیادی از نسل امروزی افغانستان به این نتیجه رسیدن که فساد کنونی، ناکارآمدی، بی‌ثباتی و حتی جنگ عامل اصلیش یک ساختار ناکارآمد متمرکز سیاسی است اگر جمعیت بتانه پشت این دایره استاد شود جدا از این که خودش کاندید بته یا از یکی از, از هر کدام از کاندیداها حمایت کند اه، اه، بدون شک تاثیرگذار خواهد بود در مورد حزب اسلامی آنچنانی که حالا زمزمه میشه حزب اسلامی با معرفی آقای حکمتیار به رقابت انتخاباتی خواهد رفت اما ما فکر میکنم که آقای حکمتیار حرفی برای نسل امروز افغانستان و طرحی برای آینده افغانستان که بتونه بسیج را به دنبال بیاره نخواهد رفت. اما تناقض را که شما میتونید در رسالتان کنید آقای ناچی بیشتر گفتیم که حالا احزاب سیاسی او مانور را که دیروز داشت امروز ندارن نمیتونن از بود قومی نمیتونن از بود قایدای سنتی برن به میدان و مردم هوشیار شدن حالا چی نقطه برجسته در جمعیت با... است که به خاطر، به خاطر، مطرح کردم که یک اگر محکم مطرح کردم گفتم اگر جمعیت بتواند پشت دایه تغییر سامانه سیاسی یا تغییر نظام سیاسی از مجرای قانونی استاد شود امکان داره که یک بسیج و یک وحدت نظر در یک قایده وسیع تر ایجاد کنه این اگر اگر مهم است ولی اگر جمعیت دوباره بیایه فقط با اتکا به چهره های سیاسی خود بخواه بسیج خلق کنه ما از همیال میگم که این امکان نشان میداد قبل شما هنوز هیچ چیز مشخصی از جمعیت دیده نمیشه اما نشاست بیشتر, بیشتر فیگورای سیاسی گذاشته است بله هست و به همین خاطر است که این شک و این اگر اگر جدی است و جمعیت نشان خواهد داد که آیا عبور میکنه دائیه مطرح میکنه مسئله آیا جمعیت یا فیگور آقای ناجی، آیا جمعیت از طریق این فیگور هایی که غالبا عکس در فیسبوک ها در نشست های متعدد بنشست پرده میشن میتونن برگی برنده را به دست بیارن یا نه بستگی داره بازم که جمعیت پشت چی استاد میشه جمعیت پشت صلاح الدین استاد میشه به عنوان یک فرد جمعیت پشت استاد عطا استاد میشه به عنوان یک آدم و فرد یا جمعیت پشت یک دایره به نام تغییر سامانه سیاسی استاد میشه خوش آمدین آقای حکیمی شما هم در بحث حالا بحث ما بیشتر دور خورد به شکل و جمعیت اما بحث ما گسترده تر است در مورد چگونگی مانور احزاب سیاسی مدرن و سنتی نشست های خیلی هم شد از سران حزب جمعیت و صحبت های هم ما با داشتیم داشته محور حرکت روی کدام قواید خواهد بود شما دنبال فرد هستین یا برنامه بسم الله الرحمن الرحیم و تقدیم سلام با شما میمانای عزیزی که اینجا حضور دارن جناب آقای سعیدی جناب آقای ناجی و همه بینندگان این بردامه تلویزیون شما ما فکر میکنم در همه جوامی جوامی مبتنی بر انتخابات و آزاد و رأی مردم هم برنامه ها مهم است هم شخصیت ها خاصتا در افغانستان هیچ وقت نمیتونیم شخصیت ها را نادیده بگیریم شاید بسیار برنامه های خوبه یک کسی که از بیسی مردمی و از محبوبیتی جمعی برخوردار نباشه شاید به ناکامی بکشانه هرچند روز بر روز من دوستار من آقای ناجی در پایانش رسیدم باوری من است که روز تا روز مسئله برنامه و مسئله خواسته های مردم انتباق با خواسته های مردم بیشتر مطرح میشه تا شخصیت ها اگر باز شخصیت ها را مطرح بکنیم شخصیت ها شاید خودشان که با یک نشیب و فرازه به جایی رسیدن اگر بخواهند جانشینانی انتخاب بکنن من فکر میکنم اون نمیتونه جانشینی کسانی دیگری باشن که خیلی به زحمت هرچند شاید نقده های متوجهشان باشه خلاهایی را دارا باشند این تجربه که کسی بخواه مثلا بچهشه برادرش یکی از بستگانشه جانشینی خودش در یک مقام سیاسی چی حزبی چی غیر حزبی بکنه ارشد متاسفانه در سالهای پسینی پسین افغانستان یک سنت شده اما آدم میبینه در برخوردی جمعی مردم که پاسخ خوبی نداره. حالا این انتقاد برمی کرده به حزب خود شما آقای حکیمی ما در جمعیت از ابتدا تا امروز جمعیت فرد میوارد وقت نبوده حالا آقای, آقای ربانی شهید شد با و پسرش آقای سلاودین ربانی بجاش شد هیچ توصیه هیچ برای جانشینی آقای صلاح الدین به جای استاد وجود نداره حالا شد بله آقای اکی... حالا شد اجازه بدین اجاز این یک ثواب دیدی بود که یک امر لا تغییر نیست یک ثواب دیدی جمعی حالا هر بود. کس میتونه تغییر با اون ی... یک ثواب دید یک ثواب دیدی, دیدی, دیدی بود یک ثواب دیدی بود برای یک امری که با برگزاری مجمع عمومی جمعیت اسلامی افغانستان این کار باید انجام شود. بحث آقای ناجی دید. هم خیلی مشخص بود. اعزاب سنتی و های خیلی سنتی حالا اون محبوبیت دیروز را بین مردم ندارن مردم هوشیار شدن دامنه مانورشون خیلی محدود است و انتخابات پارلمانی یک نمونه خوبی دادن که اونا نتونستن حداقل رای بدست بیارن برای نزدیکانشون حالا چیزی که ما در گزارش دیدیم حزب جمعیت آقای صلاح ربانی را احتمالاً به عنوان نامزد میخوای پیشکش بکنم درست است؟ ما شاید به گفای آقای ناجی در این قسمت موافق نمیشه اگر قرار باشه این نتایج انتخابات به گونه شفاف نتیجه گیری شود و جمع بندی شود شاید یک جمعی بزرگی از اعضای جمعیت اسلامی افغانستان به عنوان کاندیدان نامزدان پیروز از انتخابات بدر بیه. امور رقمی که میگفتن بانک تا بانک است و فکر میکنم هیز تا هیز هم هست ای به این معنی نیست که جمعیت بحث کسانی که به قول در عزیزان و نور های شان آورده ها بودن بحثی ما اینجاست که البته در داخل هر هیزب هم بگو مگوهای وجود داره نقد و انتقادای وجود داره خل خالی از این هست چون عذاب سیاسی افغانستان هم. یک تافته تا جدا با بافته از, ای جا، از کل جامعه افغانستان آه... نیست آقای حکیمی من آقا میخوب... سوال خیلی مشخص است بله آیا آقای ربانی نامزد احتمالی حزب جمعیت هست یا نه؟ ممکن است ممکن است یک از شیرا نه تا هنوز ما با, 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 با سراحت باید از اینجا عرض بکنم در موردی هر امری مهمی سیاسی بر مبنای <coughs> اساسنامه جمعیت اسلامی افغانستان شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان تصمیم میگیره شورای جمعیت اسلامی افغانستان تا هنوز در این مورد تصمیم نگرفته جلسات اخیر روی کدام بحث ها میتونه وجود داشته باشه این حرف ها میتونه وجود داشته باشه <applause> حالا با عنوان یکی از یکی از با عنوان یکی از چهره ها هست آقای ربانی که مطرح شده حداقل در مقدمات ممکن است ممکن است مطرح شود نه پرسش است مطرح شده باشد ممکن است مطرح شود برای اینکه در برای اخیر اخیر این نشست برای مطرح شد برای اینکه شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان تا هنوز در این مورد تصمیم نگرفته در این جلسات تصمیم اخیر؟ تصمیم فقط شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان خواهد گرفت آقای حکیمی آیا در این جلسات اخیر روش صحبت شد یا نه با اونان یکی از گزینه‌ها روش بحث شد یا نه این جلسات من فکر میکنم امیر رقمی که در جامعه میتونه تعددی کاندیدا برای هست مقام و پوستی وجود داشته باشه در داخل یک به یک امر طبیعی است که تعدد کاندیدای وجود داشته ما فکر میکنیم در داخل جمعیت شاید یک جمعی از شخصیت ها وجود دارند که ممکن است اونها کاندیدای باشند برای انتخابات ریاست جمهوری یکی از اون آقای ربانی خان انتخابات ریاست جمهوری آینده ریاست جمهوری یکی از کاندیدا میتونه آقای صلاح الدین ربانی باشه اما توافق تصمیم که کیچی کسی کاندیدای جمعیت اسلامی افغانستان برای انتخابات آینده ریاست جمهوری باشه یا بهتر بگیم موقف جمعیت اسلامی افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری آینده چی است شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان حالا پرادوکس هم نسبت به صحبت‌های شما و نسبت به صحبت‌های سران حزب جمعیت وجود داره آقای حکیمی قبل از اینکه این پرادوکس را مطرح بکنم میخوام از شما بپرسم که آیا جمعیت بر محور ریشه مردمی خود تمرکز خواهد کرد یا نه میره به ساختار بین که تعیین کننده است و فرد را پیدا میکنه که بیشتر منطبق به ذهن جامعه بین یا ساختار بین می باشه من فکر میکنم درباره چون و چراهای انتخابات ریاست جمهوری آینده تا هنوز وقت است بحث های باید صورت بگیرد همه گزینه ها مورد بررسی قرار بگیره نهاد تصمیم گیرنده شورای رهبری جمعیت اسلامی آقای عطا محمد نور رئیس اجرای جمعیت در گفتگو با ما گفت که بالاخره جمعیت پی فرد خواهد بود که حمایت آمریکا را به خود داشته باشد چقدر شما بیشتر سر حمایت آمریکا تکیه میکنید تا خود یک بحثی بدون شک ایالات متحده آمریکا یک نظارگری یک رفری نیست اینجا که هر کسی گول زد بگوه درست اما با این به این معنا نیست که جمع اسلامی افغانستان ببینه که امریکایی ها چکار میکنن این یک تعاملی این این همه عوامل باید در نظر داشته باشه و ما یقین دارم که جمع اسلامی افغانستان شورای رهبریش بعد از دقت بررسی تصمیم حالا جمله را ده بار تکرار کردین آقای سال بله. مقید چیز دیگه است بله. آقای نور گفت که جمعیت دنبال فرد است که مورد حمایت آمریکا باشه شما میگن که ما ریشای مردمی داریم برگ برنده به دست ماست کدام یکی در این علویت دارد؟ داره استاد محمد این یکی از شخصیت های بسیار باریزی جمعیت اسلامی افغانستان است صاحبی رای و نظر است میتونه رای و اندیشه شده اما ما یقین دارم که استاد تا محمدی نورم به با این باور است که مرجع تصمیم گیری که باز تاکید میکنم شورای رهبری جمهوری اسلامی افغانستان بسیار شکر آقای سیدی حالا صحبت های شد در ارتباط با چگونگی مانورا و ساختار ایجاد شده نشست هم شده و بیشتر هر یکی تلاش داره تا خود با سفیر آمریکا برسانه خود با نماینده ویژه یالت متحده آمریکا در امور صلح با آقای خلیلزاد برسانه و تا حد جلب حمایت بکنن فکر میکنین که احزاب منسجم هستن احزاب پراگنده هستن بلاخره آیا احزاب مبتنی بر برنامه قسمی که آقای ناجی گفت حرکت میکنن یا مبتنی بر جلب حمایت و ترفندهی که میتونه خود برسانه بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما جناب آقای ناجی جناب آقای کیمی و بیننده انداز سلام عرض عدب دارم از هم اول تر اظهار تسلیت میکنم به حادثه خونینی که امروز به خاطر سقوط چرخوال در ولایت فراز صورت گرفت و همچنین نسل کوشی که در ولایت ارزگان جریان داره و حادثه در وازه محوث چرکی بابر می است که شما از انتخابات و احزاب گپ میزنید. انتخابات پارلمانی در 28 میزان برگزار شد اگر کمیسیون مستقل انتخابات راه های سیاه و راه های کسیف را از راه های پاک جدا کرده نتانه و انتخابات شفاف و اطمینان بخش را به مردم افغانستان که پارلمانی اطمینان نکنه باید ما به با انتخابات ریاست جمهوری هم خیلی امیدوار نباشیم و خیلی آرزو هم نداشته باشیم و پیشداوری هم در اون مورد کمتر باید بکنیم اما اونجی را که میخوایم خدمت شما شریک کنم باور می است که قانون اساسی حق داده کسی کاندید کنه کسی به رای بده اون چی که من معلومات دارم و احساس میکنم آقای اشرف رئیس جمهوری موجود آقای محمد هنیف اتمر، استادت نور والی سابق بلخ که یکی از های پرنفوذ است آقای اکمت خلیل کرزی دکتر انوالالاق اهدی، سلایدین خان ربانی وزیر امور خارجه دکتر عبدالله دکتر زلمه رسول عمر داوزی حتی جناب آقای رحمت الله نبیل الله خالد و فرامرز تمنا اینها یکی پی دیگری علاقمندی دارند که باید کاندیدای ریاست جمهوری باشند البته اگر شما چون تلویزیونی شما مسئله حکمتیار مطرح کرد من فکر میکنم که حکمتیار از حوادثی آخر افغانستان دور مونده یعنی حکمتیار تقریبا سی سال پس است سی سال پس است بنابراین سی سال منتظر باشد سی سال با یعنی برداشتش فهمش هنوز به سی سال به سی سال عقب است یعنی باید او انتظار بکشه اجالتا خب بله صورت... چی آقای بله چی خب طالبا تانو ب انتخبابونالبا تو به انتاباتببت ای ک آای خلیلزاد چی میه طالبا چ می بت چ میهو حرفهای جداگانه ک باید سر و جداگانه بس د م خدمت شما ارز میکنم که این بازی خیلی پیچیده است و خیلی بغرنج است اول شما در قدم و از آقای نویجی گفتین بانک رای می خیلی میکنه بانک های را گور خورده دیگه انتخابات پارلمانی نشان داد که این بانک رای دیگه بانک های رای هدف از احزاب نیسته از شخصیت هایی که در گذشته مطرح بودن علی دست درست است احزاب جمعیت اسلامی و یک تاید احزاب دیگه راه خود دارن اما من فکر میکنم که نه تنها امریکایی ها بلکه دو جبهه بیا که خیلی عمومی گپ نزنیم یک مقدار مردمم گم میکنه که هدفان چی است وقتی که احزاب میگین کسایی که خود بانک رای میپندارن رؤسای عذاب یا رهبرای عذاب هستن جنرال دوستم رهبر حزب جنبش اسلامی آقای محمد معقق رهبر حزب وحدت اسلامی آقای خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی و می ترتیب آقای حکمتیار رهبر حزب اسلامی آه. تمامی افراد یا فیگورایی که خود بانک رای میپندارن و در جمعیت هم تعدادش خیلی زیاد است چون آه. هر کدام از اینا فکر میکنید که اینا بانک رای هست نه فرزندان زیرا در انتخابات کاندید بود مردم افغانستان راهشان رو حاجت نداره ولی بر بگردم به جنبش ملی اسلامی تحت رهبری جنرال سفد دوستم بله مسایل رهبری و امکاناتش داشته ولی در گذشته خیلی از صداقت آقای دوستم مردم استفاده سو کرده حالا ما بیگید هستم که چند کس جنابی اول جناب آقای عطا آمد نور ما باور دارم شناخت که می دارم هر فیصله که جمعیت بکنه میکن. اگر او را کاندید بکنن اگر آقای ربانی را کاندید بکنن بفادار اما آقای نور یک یک محور فیصله ساز است آقای... درست است اما من, من باور ندارم که اگر جمعیت بگوید که آقای نور تو کاندید نیستی بگوید و کاندید هستم بهتر خواهد بود که بعد از احزاب طوری که جناب آقای ناجی گفت برنامه دنبال کنن درست است که اشخاص تاثیر خود داره برنامه دنبال کنن پشت برنامه بروند و شما هم فراموش نکنین که مردم افغانستان حال خیلی حقایق درک کردن و خیلی موضوعات را میفهمند چی <applause> بی منو. بعد از این در انتخابات ریاست جمهوری من فکر میکنم که جناب دکتر اهدی آقای داوودزی و حتی یک تعداد دیگه بی باور هستند که باشین که جبهه اطلاف ملی بزرگ که صورت گرفته چی میگوید؟ آیا ما رو کندید میتوید دوم جمعیت اسلامی هم با همه چیزی که آقای کی گفت که ترام دارم میبی باور استم که جمعیت اسلامی در دو بود کار میکنه خود شورای جمعیت چی فیصله کنه و اتلاف و کسانی که همسو هستن به ما اونا چی میکنه میتونه جمعیت اسلامی من هیچی اول با کسی بره میتونه کندی مستقل را مطرح کنه. چه فکر میکنه؟ من فکر میکنم که اگر جمعیت اسلامی ماونی که از مربوط به قوی دیگری باشه ماونی نیرومندی قوی بیافه شاید کاندید بته و در غیر ازو در گذشته کاندید که خواهد بود فکر میکنید آقای ربانی ما به این باور هستم که ما پیشتر گفتم که دکتر صاحب عبدالله هم از جمله کاندیداست اما اما آقای عبدالله منتفی از ظایران از رهبری جمعیت خب او خود منتفی نمیدونه تا هنوز خودمون نمیدونه ما هم معلومات داریم میدونیم ولی ما اون چی که باور دارم آقای سیدی ما صحبت, را که, صحبت را که با آقای نور داشتیم صحبت را که با والی قبلی هرات آقای اسماعیل خان داشتیم اونا گفتن که دیگر آقای عبدالله چانس خود آقا. از طریق جمعیت, در جمعیت, جمعیت, آن جمعیت میگم در بخش جمع... در جمعیت اسلامی آقای تامند نور و آقای صلاح ربانی هر کسی را که شورای جمعیت فیصله کنه و انگشت به سرش بگذاره که می آدم است من فکر میکنم که هر دوش اطاعت میکنن یعنی پا فراتر نمیگذارن این باور شخصی من است هر دوش اطاعت میکنن و این بهتر هم هسته. ببینین ببینید اینجا آقای یعنی اتمر مطرح است که کاندید است آقای احمد خلیل کرزی مطرح است که بدون شک از حمایت آمد کرزی برخوردار است به این خاطر از مهینت سیاسی وزارت خارجه استفا کرده چند روز پیش آقای اتمر هم با همه چالش هایی که داشته کاندیدای دیگه هم. اما میمونه به جناب آقای اهدی که جبهه نوینی داره طبعا امکانات داره ولی آقای داوود زیادتر انتظار خواهد کشید که آیا شورای حراست و سواد او را کاندید می, می یا نمی می 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 این موضوعات پس نتیجه می است که برمیگردیم میگردیم به اینکه اگر اگر کمیسیون انتخابات شفافیت به وجود آورد در انتخابات پارلمانی انتظار انتخابات ریاست جمهوری را هم خواهد داشتیم در غیر از این چیزا منتظر است البته نقطه‌ای را که در رسانه ها درس کرده ای است که انتخابات ریاست جمهوری با تاخیر برگزار خواهد شد و در ورودی به طالبا هم در مانور بعدی انتخابات ریاست جمهوری باز میشه که اونا هم نقش خود را داشته باشند حالا بس ما است که احزاب سنتی مبتنی بر کدام روی کرد وارد میدان رقابت های انتخاباتی خواهند شد باز هم روی کرد های قومی خواهد بود روی کرد های برنامه‌ای خواهد بود اگر روی کرد های برنامه‌ای است مبتنی بر قاعده های سنتی است مبتنی بر قاعده های مدرن و در کل برگی برنده بدست بر کی در این انتخابات شکل خواهد گرفت یک و فکر وقت دوباره خوش ناجی، حالا پیشتر هم گفتم آفتری کارت که غالبا تحلیل های ما بار مبنای واقعیت های اینی اگر شکل بگیره کم خوب جا مفتد در رفسان آمه هم انتظار چی است؟ قرائن عینی وضعیت سیاسی در افغانستان چی را نشان که آیا تیم های انتخاباتی بعد یا تکت های انتخاباتی بعد بر مبنای کدام محور ها شکل می‌گیرند؟ قومیت برنامه جلب حمایت خارجی ها یا یک بحران و سردرگمی خب ما فکر میکنم که بعد از هفده سال تجربه در واقع انتخابات و مبارزات انتخاباتی و تیم و تیم سازی و به خصوص تجربه نسبت ناکام خود برگزاری انتخابات که انتخابات 2014 از 2009 بدتر بود و این انتخابات از از از, از کرده ظاهرا بدتر است و اینکه هیچ چیزی فعلا بعد از 10 سال درست کار نمیکنه سر جایش نیست ما را حداقل به این نتیجه رسانده باشد که ما در انتخابات ریاست جمهوری بعدی اگر سیاسی ما یک مقدار به قول شما واقع نگر باشد و منافع عمومی و آینده افغانستان برایشان مهم باشد باید دو خط جدی را ما در انتخابات آینده داشته باشیم انتظار امی است و او دو خط سیاسی یکی حفظ ساختار کنونی است درست یعنی تیمی که به اصطلاح طرفدار این باشد که اینمی نظام متمرکز کنونی با اینمی ساختار که دارد و اینمی که تمام سلاحیت که بیشتر از صلاحیت یک شاه مشروطه است در کنترل و اختیار یک آدمی به نام رئیس جمهور باشد اینمی سعی است و یک تیمی که برای اصلاح و تغییر بنیادین این ساختار از مسیر پیش بینی شده در قانون اساسی تلاش بکند یعنی بیای و به مردم افغانستان بگوید که در صورت پیروزی ما لوی جرگر دایر میکنیم قولی را که حکومت وعدت ملی هم داده بوده ما امان نتوانست امانیمشت. بله و سامانه و ساختار سیاسی افغانستان را یک مقدار مطابق با واقع میکنیم اما آقای ناجی باید فرق بین آنچه هست و آنچه باید باشد در تحلیل صورت بگیره بله. اقلانیت سیاسی در شرایط کنونی چی را نشان میده میکنین که وجود بله ببین همیشه انتخابات یک فلسفه شمیست یک از فلسفه های انتخابات همیست که همیشه هر چند سال بود ترهای نوتر بیاید بین آنچه هست و آنچه باشد همیشه جوامه در حال عبور و عدول مرحله و مرحله و آستاستاست آستا پیشرفت یک معنیش همین است اما آنچه که درست است. اما آنچه آنج... شما... که کاربرد داره بیشتر احزاب سی... سیاسی سنتی است خوب. بیشتر نفوذ در بین مردم هم... سیاسی... احزاب سیاسی سنتی خوب. تا حد دارن ما فکر میکنین که احزاب وارد یک قایده مدرن نظام سازی به قبل شما شده باشن آیا فکر محور برنامه بر از اینا اهمیت داشته باشد تا محورهای قومیت. منظور من است که احزاب از چه سنتی چه مدرن حزب سیاسی به یک چیز نیاز دارد و او در انتخابات ها و او رای است درست؟ خب رای مردم افغانستان این دفعه با چیزای کلی بسیج مردم سخت است شما شعار هوایی بتین که مبارزه با فساد میکنیم یا بدون از که معنی کنید به صورت کلی بگید که ما اصلاحات میاریم ما تغییر میاریم مثلا ما یک رای دهنده آینده این مملکت هستم من اینمی شعارای که تغییر میارم و نمیفهم تحول میارم این چیزا را یک رو یک روپه دیگه نمیخرم باید تیمی که مثلا دو خواستار تحول تغییر است برای ما معنا کنه که تغییر را از کدام مجرا میاره در کدام سطح و چگونه میاره خلاصه خیلی خل 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 یک خل 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 نقطه خوب اشاره کردین آیا قرائن مانورهای ظاهری برخی از احزابی که شما هم شاهدش بودین نشان میده این نقطه را یا نه خب ببینید اصراری که بعضی از احزاب سید. تجربه را که جنرال دوستم در معاونت اول ریاست جمهوری در این پنج سال داشت باید برای جناب جنرال صاحب دوستم ثابت شده باشد که این ساختار آنقدر متمرکز است که تو دی ساختار که جنرال دوستوم باشی و معاون اول رئیس جمهورم باشی به سادگی حذف میشی چرا؟ برای این که در هیچ کسی در این سامانه و ساختار جایگاه تثبیت شده و مسجل شده ندارد حالا, حالا با اجازه که آه، 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 بز از بس دور... کلام ناقص میمونه ناقص میمونه این از تجربه جنرال دوستم تجربه ای را که جمعیت مشخصا و دکتر عبدالله به صورت فردی کرد و جمعیت به صورت عمومی کرد درست است این بود که این نظام متمرکز اجازه نداد شریک پنجا پنجاه قدرت واقعا در عمل اعمال صلاحیت پنجا پنجا کنند پس بخش اعظمی از کسانی که در همین دولت کنونی و در همین 17 سال فیگورهای اصلی بازیگران سیاسی بودند که از بون شروع شد و در بون مبنا بر مشارکت سیاسی بود رای حل که در بون پیشنهاد شد این بود که افغانستان یک سامانه و ساختار را نیاز دارد که در دا او همه احساس مشارکت بکنه اما در 2004 قانون اساسی آمد بر افغانستان تحمیل شد که این قانون اساسی نظام را برای افغانستان آورد که این نظام مشارکت پذیر نیست حالا, حالا، ناجی... فیگورهای مثل جنرال دوستم مثل جمعیت اسلامی فیگورهای سیاسی حزب وحدت همه اینها به دنبال مشارکت سیاسی زمانت شده هستند پس احتمال این که ای در کنار یک تعداد کسان دیگه از سیاست مداران جوان و خوش فکر ما که اونها هم فکر میکنن که این می نظام متمرکز ما را به ثبات سیاسی نمیبره اینا یک فرکسیون سیاسی برای تغییر نظام شوند و در مقابل یک فرکسیون دیگه برای حفظ نظام موجود باقی بمانه پیش بینی من است آقای ناجی حالا چیزی که شما گفتین خیلی کاربرد در جامعه اروپا یا آمریکا که بیشتر اقلانیت سیاسی فوق در در بالا است چیزی را که بیشتر ما از لیدرهای سیاسی افغان شنیدیم بیشتر گپ‌های کتابی یا دیدگاه های کتابی در حوزه سیاست مثل یک نخود در ساختار سیاسی افغانستان کاربرد ندارد حالا حالا بسی است که رویکردهای حداقل جمعیت در نظامی که مش ما تجربه کردیم بیشتر مبتنی بر این بود که چند تا چوکی باید گرفته شود نخیر تمام تمرکز روی تقسیم قدرت نخیر. بود نخیر. تا تغییر بنیادی ن... قدرت نخیر. فکر میکنین فکر که هنوز هم روی کارت ها بر محور رسیدن به وزارتخانه ها است یا نه چیزهایی کلانتر است ببینید در همین خصوص گرچه سخنگوی رسمی این جمعیت شیشتن اگر من اشتباه گفتم باز اصلاح کنید روی کرد جمعیت در گذشته هم تأکیدش بر مشارکت سیاسی بوده و تاکیدشان که برغم تمامی نارضایتی هایی که از شخص جناب دکتر عبدالله داشتند، اما از ریاست اجرائیه به عنوان یک نهاد تقسیم قدرت حمایت کردند همین دیدگاه اجازه که از, آقا... همین از آقای کیمی پرسید قبل از آقای کی حالا صحبت های متحد را با آقای محمد معقق ما داشتیم یا برخ از های سیاسی که بیشتر وارد یک تکت انتخاباتی شدن و در نهایت شام تقسیم کرسی چند تا کرسی بود و رسیدن و حزب جمعیت هم تا حد داخل روی یعنی نقطه تمرکز کرد حداقل چون از که آقای نور با حکومت وحدت ملی کرد نشان داد که آقای نور در پی گرفتن کرسی های وزارت ها و ولایت ها و سفارت هاست تا تغییر بنیادی یا شکل دهی تغییر بنیادی حالا چیزی که شما را متمایز تر بسازه چیزی که شما را بیشتر برتر و مسلط تر بسازه بر حوزه سیاسی و افکار که مبتنی بر نشان بتین به مردم ما تغییر میریم چی است یک بار قبل از اینکه شما بگید که تصحیح کنم هم آقای عبدالله تاکید بر برگزاری لوی قانون اساسی بخار تر تغییر نظام بحث توزیع شناسنامه های الکترونیکی که نتانست یک بحث است اما جمعیت در بحث گذشته به دنبال دایره تغییر ساختار سیاسی بود ما فکر میکنم گپ جناب آقای ناجی خیلی منطبق با واقعیت هایی است که در جمعیت وجود دارد نهاد ریاست اجرایی که جمعیت به او به عنوان یک راه حل تن در داد بدون شک از زمین میشد که قدرت سیاسی به صورت عمودی هم باید توضیح شود هرچند بر اساس موافقت نامه سیاسی کابل یا موفق نامه حکومتی وحدت ملی متاسفانه زیاد کار نشد توضیح قدرت طوری که در موفق نامه پیش بینی شده بود عمل نشد اما ما فکر میکنم یکی از دستاوردهای های جمعیت و شرکای جمعیت در انتخابات ریاست جمهوری پیشین این است که مکنون یک نهاد سیاسی به عنوان نهاد ریاست اجراییه وجود داره در ساختار سیاسی آینده افغانستان من فکر میکنم هیچ کاندیدای ولو که از لحاظ تیوری و از لیازی فکری با این نهاد مخالفم باشه در تکت انتخاباتش و در شعارای انتخاباتش نهاد ریاست اجرایی را قطعا نادیده نخواهد گرفت حتی ما باور میس جنابی ما حتی فکر میکنم جنابی آقای دکتر اشرف غنی که با بسیار سختی تن در داد و ایجادی نهادی ریاست اجرایی در انتخابات آینده که بی تردید یکی از کاندیداها خواهد بود ما یقین دارم که نهادی ریاست اجرایی را با تقویتی بیشتر از وضعیت کنونیش باید مطرح بکنه تا رای بیاره چون کنون توزیع قدرت آقای حکیمی توزیع قدرت اجازه مردم هم قضاوت میکنن توزیع قدرت سیاسی من گپای خودم هم فعلا میخوام بزنم من در طول گپای شما بله. میخوام بس بله دیگر توزیع قدرت سیاسی بدون شک یکی از مطالبات جدی مردم است هر کسی که کاندیدا میشه بدون شک میخواد رای بیاره آقای کیمی حالا بحث ریاست جایه چیزی که شما گفتین مردم هم شور دارن و هم قضاوت میکنن آیا طرح و فشار شما بود یا طرح جانکری؟ بدون شک طرح مردم افغانستان و ایستادن مردم افغانستان تا ای به عنوان یک رای حل پذیرفته شود اگر قرار می بود که پافشاری مردم نمی بود مردم افغانستان به عنوان یک مطالبه سیاسی را مطرح نمیکرد می جانکیری پوست ریاست اجرایی افراز می افغانستان فکر که شما اکتر... چی فکر حالا میکن... چیزی را که تابال را مردم قضاوت میکنه نسبت به دانکومی و گنده که از حکومت در چند سال به وجود آمد از یک طرح ناقص به نام ریاست جای بود حالا اگر شما مدعی ای تر هستین پس یک طرح خیلی ناکام را پیش کشیدین ما... قبلا تحولات سیاسی و تحولات اجتماعی یک شبه به صورت یک درخت کامل عیار به وجود نمیه مثل که یک درخت باید آیست از هسته شگفتنش آغاز بکنه و به یک درخت بارور تبدیل شد و تحولات اجتماعی, شخ... تحولات اجتماعی امین گونه شکل میگیره ریاست همین گونری های ناقص اجازه بدید تهداب ناقص اجازه بدید تهداب ناقص که همه تحولات اجتماعی ناقص می باشه به سوی کمال پیش میره مثلا ریا... جمهوری آمریکا با یک یک شبه همین 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 جوری به وجود آمد نظام پارلمانی در انگلستان یک شبه به وجود آمد انقلاب کبیر فرانسه که منشه یک تحول یک سری تحولات بزرگ در دنیا شدم در فرانسه هم در بیرون رهبرای کشورها بیشتر مبتنی بر منافع ملی کار میکردند تا رسیدن به قدرت سیاسی اجازه بدید این رقم قضاوت های کلی و کلیشه ای من فکر میکنم بسیار چی موثر آره قبل از اینکه باقای سیدی بیام این بحث جمع, من جمع من کنیم من, من این من بحث ریاست جمهوری رو میخوام تکمیل بکنم بدون شک پست ریاست اجرایی یا نهاد ریاست اجرایی در ساختار سیاسی قدرت در افغانستان اکنون بسیار مطلوب نیست وضعیت کنونیش بسیار مطلوب و مورد قناعتی بازیگران عرصه سیاست در افغانستان نیست از هر دو طرف اما بدون شک من طوری که پیشتر گفتم و و به یقینم دارم پست ریاست اجرایی نهادи ریاسаت اجراӣ در سیاست آینده ای افغانستان قаطعا حذفناشدنی ست و این رو به کمال داره تا اиن که مبناи توضع قدرت سیاسی ره ب صورت نهادینه و بа صورаت عمومپаذیر به وجود بیاره این تحولاتи سیاسی بسیار در هم دنیا иن گونه ش ت د تیم و تکت تاثیرگذار گذار بر حوزه مانور های انتخاباتی حاکمیت خواهد کرد بقل شما و کی ها بود اول خب فرصت بسیار محدود مونده باور می است که مطابق و قوانین نامزدهای ریاست جمهوری باید تا ده روز ثبت نام کنند و الانشن. و کمیسیون انتخابات حداقل تا روز یک شنبه نو باید انتخاباتی تقدیم انتخاباتی را انتخابات اعلام با همه احترامی که به دوستا دارم من اقیده دارم بدبینی حساب نکنین من می خیال میکنم که سیاست در افغانستان فصلی است موسمی است نه استراتژیک و علمی دوم من باور دارم که نزدی بعضی از سیاست مداره ما منافع شخصی چوکی شخصی نسبت به منافع ملی ارجحیت بیشتری داره حرف دیگه که می‌خوام که تجاربی گذشته که من حداقل بالا بالای 60 سال عمر دارم در افغانستان و علف های سیاست را میفهمم اطلاف ها پیوند احزاب سازمان ها وقتی که انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشه کلو خوری می پاشن استادگی نمی کنن. یعنی این به هر صورتش نظر شخصی می است که انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد نسبت به انتخابات 2014 و نسبت به انتخابات پارلمانی که گذشته گذشت تر خواهد بود تر خواهد بود و این انتخابات برنامه محور نخواهد بود و شخص محور خواهد بود این شخصی حالا چیزایی که آقای ناجی به عنوان ایدال حداقل اقل به قول تعداد از مردم مطرح کرد در ساختار سیاست عملی میشن یا یه احزاب دنبالی برنامه ها نیست؟ اون را که جناب آقای ناجی مطرح کردن من یک حرف ارمانی یک آرزوی مقدس هم مقدس است هم قابل احترام است ولی در افغانستان که سیاست مدارایش فصلی و موسمی سیاست میکنن روی منافع شخصی سیاست میکنن نه استراتژیک و نه قوی فکر میکنم جز از حرف ارمانی دیگر چیزی پیش بینی شما از سفارای های جدید چی است کدام اعضا با کدام اعضا منسجم میشه و بیشتر روی کارت های بعدی قوم محور است یا متفاوت است هر کس چوکی بهتری وعده کنه هر کس منافع شخصی بیشتری رابطه پله تروزی روزی قوی تر خواهد بود. اما یک چیزی را که شما اول تکرار کردین که نقش امریکا یا درست است تربیه ها نقشی دارن ولی نسل جوانی افغانستان حال آگاه شده من می خیال می کنم که در مز ذهن می است که من هم آدم موسیوی هستم من می خیال می کنم که آسته آسته سیاست کالا بدل میکنه نسل جوان پیشگام میشه و گذشته با گذشته چیزی را که گذشته ثابت ساخت بیشتر روی کرد ها قاومي مهور شد حداقل دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تا حد بیشتر بازی ها با کارت های قومی شکل گرفت و اینجا زد و بند های قومی هم فوق در متن سیاست افغانستان نزج گرفته احتمال ورود طالبا یک مقداری کشیدگی ها را میتونه بیشتر بکنه آقای حکمتیار آمدنش تا حد زیاد این مشکلات را بین احزاب سیاسی بر محور قومی شکل داد فکر میکنین که این محور قومی یک فضای جدید را باز خواهد ساخت یا باز تکرار میکنم باز گپ انتخابات آینده اگر برگزار شه. ریاست زیادتر قوم محور زبان محور تقلب محور و پرماجرا محور خواهد بود برنده ها کی هستند به قبل شما کسانی که تقلب میکنن کسانی که زیادتر حالا ممکن همه تقلب کنن به خارج اما... به خارجی ها بیشتر مزدوری میکنن نه به منافع ملی افغانستان کسانی که با های سیوسی به منافع شخصی باور دارن نه به منافع ملی حالا تحلیل شما از دید و های پای همه احزاب سیاسی با دیپلمات ها و نماینده های دیپلماتیک خارجی بله پشت درهای بسته و آشکار دید و بازدید های هست حتی جناب آقای قنی پروژه‌ای که 4 5 سال پیش تا شده میری افتتاح میکنه این تمسخر و مسخره گیری مردم میدارن همه که اینا چی کمپاین میکنن اینا کمپاین مسخره است یعنی آدمای مسخره کارا رو میکنن بسیار زیاد تشکر آقای سیدی آقای ناجی و آقای حکیمی و شما بیندا عزیزم چطورن تشکر که تا این دم بس مردون بال کردین تا بعد کردین